تو به خطر انداختم. بیا بریم، بیا، خواهش میکنم. قربان، قربان، من مکرر گفتم تو یک سربازی، یک سرباز حقیقی. وظیفه تو بالاتر از هر چیزیه که فکر میکنی، حتی محبت برادری. حمله! جهنم زیر پای من، اثری پرماجرا و بی‌نظیر که تمام مجلات و روزنامه های کشور آن را ستودند و تحسین کردند. فیلمی با هنرمندی فردین به نقش مردی که سرشتش از خشونت بود. سهیلا به نقش ریحانه، دختری که خشم را در او پرورد، و با شرکت رضا فاضلی، فریبا، منصور سپهرنیا، خواجوی، اکبر هاشمی، جنتی شیرازی و حسن شاهین. ما جملگی در زندگی سرگرم کاری، جایی به دنیا بهتر از ایران نداری. جهنم زیر پای من، نمایشگر چهره اوریان کینه و انتقام، تعدی و ستم و انسانیت در یک ماجرای غیر انسانی. تو جاده ها مردم امنیت ندارن، غروب که میشه مثل کراغ بینن تو خونه هاشون. اینم شد زندگی؟ افسوس روی همه، افسوس که یه کار از این حرف رو گذاشته. چرا هم باره ارباب آگی شدی؟ آخه چرا پولاشو داستی بشی؟ آخه همش تو مثل خودت درد سر برست میکنی. جهنم به پای من، نمایشگر چهره اوریان دو گروه مخانه، آنان که برای مال و ثروت از هیچ جنایت روی نمیگردانند و آنان که در راه وظیفه خویش هر شکنجه را به جان خریدار میشوند. احمق جو مگه درو نبستی؟ نه ارباب زور نبستم، ترسیدم در رو بندم وقت دوزه نتونه بیاد تو ناراحت بشه بگیره بزنه. جهنم زیر پای من، بزرگترین و پرخرجترین فیلم فارسی، پرماجراترین و هیجان‌انگیزترین فیلم سال، ماجرای قائلی که با شرکت زبده‌ترین ماموران انتظامی کشور سرکوب گرده. جهنم زیر پای من به کارگردانی رضا صفایی، به زودی در این سینما. فردین چهره درخشان سینمای فارسی با مهارت خارق‌العاده‌ای در این فیلم شخصیت جدیدی عرضه می‌کند. و نارملا چهره تازه‌ای که نقش مقابل فردین را بر عهده دارد. برای نخستین بار محمد فردین قهرمان سابق کشتی جهان در نقش واقعی خود ظاهر می‌شود. او قهرمانی نیرومند که به خاطر هدفی مقدس مبارزه می کند. فریاد می کشد، ملودرامی پرهیجان از زندگی انسانهایی که به خاطر بهتر زیستن در تلاش و کوششند. ناراحت نباش مادر، من رفتم، خدا به خدا به هم راحت پیسرم. آقا اینا همون جیگولای اون روزی هستن، اومدن دو مرتبه تیغ بزنن، در زن داشتن ناخونکم میزدن. دروغ میگه قربان، ما تمام کارا رو درست کردیم. الانه حسابتونه میرسم، درسته تو بکنم. برو بالا، برو بالا، برو بالا، برو بالا. مصدق، سپهرنیا و همایون بر لطف و شیرینی این فیلم میافزایند. دختری فریاد میکشد، یک درام پرماجرا و معجز. این کافه در خیابون با هم یه قهوه بخوریم. با یه دختر همزه رو برو میرسیم؟ اشتباه میکنیم، کسی میخواد شما رو گول بزنه. دختری فریاد میکشد با شرکت فردین، نارملا، مصدق، فرقیده، سروس و بالاخره سپهرنیا و همایون.
یک فیلم نو همراه با داستان شیرین، درگذشت جوانی که به خاطر عشق می جنگد و نیروی عشق او را به اوج افتخار می کشد. زندگی دختریست که به سوی جهان دلخواه خود هراسان به پیش می رود. دختری فریاد می کشد به کارگردانی خسرو پرویزی، محصول نیکا فیلم. در گردآوری پول کوشید ولی قلبها خریدنی نبود، نه قلب دوستش، نه معشوقش، نه مادرش. نمیخوام. اما حیف که به مادرم روح میشی، جوردشو نداری، یعنی دلشو نداری، ترسوی بزدل. اون دادن به مادرت هم بهانه. بهانه؟ هنوزم دلشو دارم. نه نداری. گفتم دارم. و برای اثبات ندعا خیشتن را به گردابی وحشتناک افکند، گردابی که او را میبلعید و از فساد و تباهی پر میکرد. لبریز از وسوسه های آن زن به سوی فظیع‌ترین جنایات کشانده شد. اما اینو ندیده بودم. ببینی روز ما اصلا چاپ کردن. این صحنه ای آلوده در وحشت از فیلم فراغ، یک اثر معجز سینمای فارسی و با شرکت شهرزاد، سهیلا، دیهیم، ترخیده، خاضری، شفی، انوش خاضری و معرفی عباس مغفوریان، هنرمند. کم
تو گاز بدیم اینجا بریم. یالا بگه یه گالون بله من داری جون سلام سلام خوش گره اومدم بسیدم به هر قربونه الهی که مفقود برای تو سالهای سال زنده بمونه. مامانی حاله چطوره؟ من که از مراق تو مردم، پس که میخوای با من ازدواج کنی؟ آره بابا تو هم که همش حرف نشو میزنی فایده نداره. اصلا عاشق و معشوق اینه که اول حرف بعد عمل. بیده قربونه درم تو اول عمل میخواد الهام بیا بیجا بوشو بیا من اهل ازدواجم قربونه درم بینم که سیاه سرخرا آمدم و من جانم دو دشمت را بپره سر بگر خدا به جونی جانم به جان بیجه بیار ما به جلسه آینده که برات گازه بودم میرم حلقه انگوشترم میخرم دری جون یه کاری کن گازه زود مصرف بشه دیدار زودتر تازه بشه سمیدی قرومه شو برم علای تو خب 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 شدی من چه خاکی به سرمون بری خاک بر سرتونم با این رانندگی ای جنبی بچه ها تو باید روی کاری کار کنی آخو من که رو ندیدمش که ای کورشی آخو یه خود که جهان ندیدی بیچاره شدی برده یعنی بپرده این بزرگی رو برو برا باشید آقا این چیز مهمی نیست فقط استخوان پاش کمی زرد دیده به هر حال باید 24 ساعت اینجا بمونه چون ممکنه خونریزی مغزی داشته باشه این دفعه به خیر گذشت ولی با این ماشین بردنت بالاخره یه کاری دست خودت میده چیکار کردی بابا من که یواش میرفتم اون مخصوصا خودشو پرت کرد جلوی ماشین حتما از جونش سیر شده بوده باور نمیکنین از خودش بپرسید فعلا حالش برای حرف زدن مساعد نیست چون شوت بهش وارد شده چی بهش وارد شده چوب یعنی هول کرده خیم به خودش هولش داده حالا خواهش میکنم تنهاش بذارید چشمای دکتر خداحافظ خدا حافظ فرده باز خدمت میره دو جو قربونه تو برو دیگه بچه من خود خودشه شما رو آوردن اینجا آخه با ماشین اونا تصادف کرده بودی الحمدلله که به خیر گذشت حالا خیلی خوشحالیم که حالتون خوب شده همش تقصیر این پسر این سر به حواد خانم باید ببشتینش قبلا گاری چی بوده تازه نشست پشت رو باش چرا این کارو کردی؟ حیف از شما نیست به این جوانی و خوشگلی وقتی آدم بدبخت باشه جوانی خوشگلی به چه درد میخوره بهتره بمیره و راحت بشه این من هیچ مشکلی با خودکشی حل نمیشه آدم نباید به این زودی ناامید بشه میشه ناراحتی خودتون رو برای ما تعریف کنین چه یه کاری از دست ما بر بیاد فقط یه نفر میتونست من از این بدبختی نجات بده ولی اون این کارو نکرد چون میترسید وجود من آیندهشو خراب کنه عجب نامردی بوده ها خیلی دلمون میخواد سرگذشتتون رو برامون تعریف کنی با این کار اقلا یه خورده عقده دلتون سبک میشه بابا این دیوونه به ما چه؟ بگو که شما رو ناراحت بکنم نتیجه این نداره برعکس
اتفاقا خیلی هم خوشحال میشیم چون میفهمیم که به ما اعتماد کردیم. بله بگو. چی بگم؟ چی؟ اسم من مریم، اهل شیراز. بچه بودم که مادرم مرد. آخه پدرم نزنی دیگه گرفت، از اون به بعد روزگارم سیاه شد. زن پدرم دائم منو کتک میزده، از خونه بیرون میکرد. بر اوزه که پاش لعنت. 16 سالم پیش بود به این جوان علاقه من شدم، با اون فرار کردم و اومدم تهران. بعد از مدتی فهمیدم که منو گول زده و خیال عروسی با منو نداره، فقط منو واسه خوشگذرونیش میخوان. منم خوشگذرونی میخوام. خفه شو پسر. بعد فهمیدم با یه دختری تهرانی آشنا شده و همیشه با هم هست. وقتی بهش گفتم تکلیف من چی میشه، گفت باید برم پی کارم و اونو راحت بذارم. منم دیگه چون هیچ کاری از دستم برنمیومد، تصمیم گرفتم خودم از بین ببرم و راحت بشم. خانم جون، چرا خود تو جلوی ماشین ما انداختی؟ اگر خود آی نکرده اتفاقی افتاده بود، ما چه خاکی به سر اون کردیم؟ آدمی که از جنی سیر شده دیگه نمیتونه این حسابا رو بکنه. این آدمی که گفتین اسمش چیه؟ کجا میشه پیداش کرد؟ اسمش احمد. احمد؟ کار معینی نداره، بیشتر وقتی تو کابره لیدوش. بچه من میخوام از مریم خواهش کنم ما رو به برادری قبول بکنه و مثل یه خواهر بیا تو خونه ما بمونه و ازش نگهداری بکنی. آره ما رو ناامید نکن مریم، منت به سر ما میذاری. بگین که قبول میکنی. بگو خدا قبول شد. آبیه ما خیلی خوشگلی، بلکه خیلی هم قشنگ میرخسی. جدی میگی؟ من که اینقدر رو به خودم امیدوار نیستم. اگه تا حالا یه حرف راست زده باشم اونم همینه، بی خود نیست که اینقدر دوستت دارم. تو هم فقط بلدی از آدم بی خودی تعریف کنی. دوستت دارم، دوستت دارم، آخرش چی؟ همیشه که نمیشه این وضع ادامه داد. یه روزی بالاخره از من سیر میشی، میری سراغ یه عشق تازه. تو از چی ناراحتی عزیزم؟ ما که اینقدر هم دیگر رو دوست داریم، پس چرا از زندگیمون لذت نبریم؟ میدونی آدم وقتی خودشو صاحب یه چیز پر ارزش میدونه، دائم از این میترسه که مبادا یه روز این چیز پر ارزش رو از دست بده. همین فکر که منو ناراحت میکنه. ولی سوسان، فراموش نکن که برای دوست داشتن اول باید به هم اعتماد داشت. در غیر این صورت اصلا عشقی به وجود نمیاد. درسته احمد، ولی اگه ما با هم عروسی کنیم، در واقع با این کار آینده عشقمون رو تضمین کردیم. اون وقت هر دومون میتونیم مطمئن باشیم که تا آخر عمر به هم دیگه تعلق داریم. اتفاقا من خودم درباره این موضوع خیلی فکر کردم، ولی همیشه به این نتیجه رسیدم که برای شروع یه زندگی آدم باید به اندازه کافی پولدار باشه. درسته، ولی تو هنوز خیلی جوونی. وقت زیادی برای کار و فعالیت و پولدار شدن داری. ما میتونیم در ظرف چند سال صاحب همه چی بشیم. اشتباه میکنی سوسن. من اگه تمام عمرمو کار کنم و زحمت بکشم، هیچ وقت پولی که برای زندگی حسابی لازم داریم به دست نمیارم. من خیلی نقشه‌ها برای پولدار شدن کشیدم که متاسفانه هیچ کدوم به نتیجه‌ای نرسیدن. میدونی سوسن، من یه وقت تصمیم گرفتم یه دختر پولدار پیدا کنم و باهاش عروسی کنم، حتی اگه اینقدر زشت باشه که تو روش نشه نگاه کرد.
چون دیگه واقعا حوصله‌ام از بی‌پولی سر رفته بود. یه فکری به نظرم رسید احمد. من دختر این مرد ثروتمندو می‌شناسم که پولاش از پارو بالا میره. اگه تو بتونی یه جوری نظر این دختره رو به خودت جلب بکنی، نقشی که داشتی مطمئناً عملی میشه. به شرط اینکه یکم زرنگی به خرج بدی و دختره رو حسابی تیغ بزنی. اون وقت وقتی پولدار شدی و به آرزوت رسیدی، دیگه فکر نمی‌کنم مانعی سر راه ما وجود داشته باشه. آره، بد فکر نیست. اگه یه پول حسابی گیرمون بیاد میتونیم با هم بریم اروپا و برای همیشه اونجا زندگی کنیم. من به خاطر علاقه‌ای که به تو دارم احمد، حاضرم این ریسکو بکنم، به شرطی که به من وجدانم قول بدی بعدش برای همیشه مال من باشی. احتیاجی به قول دادن نیست. برای اینکه تو هر وقت بخوای میتونی حقیقتو به اون دختر بگی و جلوی اجرای این نقشه رو بگیری. پس من به دختره میگم تو برادر منی و تازه از آمریکا اومدی، بعدم ترتیب میدم که شماها با هم آشنا بشین. اون وقت دیگه بقیه کاراش با خودت باشه. بقیه‌اش دیگه با خودم. پس حالا میخوریم به سلامتی روزای خوشی که در انتظاره. سلامتی. مطمئنم که ازت خوشش میاد. تو فقط باید سعی کنی که رفتار آدمای پولدار رو داشته باشی، چون اون همیشه از این میترسه که شوهر آینده‌اش چشم طمع به ثروت پدرش داشته باشه. خیالت از این بابت راحت باشه. من با دوستم قدرت که مرد پولداریه صحبت کردم. قرار شد هر قرض خواستم در اختیارم بذارم. در عوض هر چی گیرمون اومد یه سهمی هم به اون بدیم. خیلی عالی. فقط مواظب باش که راست راستی گلو پیشش گیر نکنم. قول میدم. آه، اون هاش داره. سلام. سلام رفیق جون. آشنا بشید، برادرم احمد رو معرفی میکنه. ازش تو خوشبخت. خواهش میکنم بفرمایید بریم اونجا بشین. بفرمایید. راستش من وصف شما رو خیلی از خواهرم شنیده بودم. حالا میبینم خوشگلتر از اونی هستین که فکر میکردم. یا فکر شما هیچ به دخترای ایرانی نمیاد، خیلی شبیه ستارهای خارجی هستین. خواهش میکنم بفرمایید. شما تازه از آمریکا اومدین، اونجا چی کار میکردین؟ در آمریکا تحصیل میکردم، اتفاقا تو دانشکده همیشه شگرد اول میشدم. من که بهت گفتم، برادر من از اون جوانایی که لنگه نداره. بله، آخه من دلم نمیخواد حتی یه دقیقه از وقتم تلف بشه. این بود که اونجا شب و روز مشغول مطالعه بودم. حالا خیال دارین چیکار کنم؟ والا راستش هنوز تصمیمی نگرفتم، ولی فکر میکنم اگه یه چند تا کارخونه تأسیس کنم بد نباشه. به نظر من هیچی بهتر از این نیست که آدم پول و ثروتش رو تو کارهای تولیدی به کار بندازه. فکر خوبیه، امیدوارم موفق بشی. خب بچه‌ها من دیگه میرم. شما هم که گرمی صحبت شدین، من میرم به کارام برسم. خیلی دیرم شده. به این زودی کجا با فرمون قرار دارم؟ بعدم میبینم. جدن چقدر بد از خواهرم سوسن ممنون باشم که منو با شما آشنا. شما خیلی دارین از من تعریف میکنین، در صورتی که انقدر نه یک واقعیته. یادم میاد پدرم همیشه به من میگفت هیچ وقت حرفی نزن که بهش عقیده نداشته باشی. اون خدا بیامرز علاوه بر ثروت زیادی که برای من باقی گذاشت بهم یاد داد که هیچ وقت تو زندگی دروغ نگم. جدن چقدر راستگوی خوبه. اگه مردم به هم دروغ نمیگفتن و سعی نمیکردن سر همو کلا بذارن، دنیا بهشت میشه. خب حالا یه خود از خودتون برام صحبت. ولی چی بگم؟ Thank you.
اگه تو این کار سوسن به ما کمک نمیکرد این نقشه هیچ وقت عملی نمیشد. حالا این دختره جدا خیال میکنه احمد برادرته و تازه از آمریکا اومده. از اون گذشته خیال میکنه خیلی هم پول داره. خب ببینم، شما چه قرار گذاشتین بعد از عملی شدن این نقشه با هم برین اروپا؟ پس تکلیف من چی میشه؟ با این پولایی که به حساب من خرج میکنی نکنه خیال میکنی ارث پدرته؟ خیالت راحت باشه، بهت که گفتم هرچی گیر اون بیاد نصفش مال توه. ها شاهد وقتی گریه های مریم دندم ریش شد، اگه دستم این پسره بیفته کسی این که همینجاست بچه. آره؟ آره همینجا. آره بریم که ببینیم این پسره رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. آره اوه بچه ها تونل کندوی آن. کندوی آن؟ آره کندوی آن. عجب جای خوشگلی بچه. با چی کار داری؟ ما با احمد آقا کار داشتیم. آره جناب. چی کارش داریم؟ یه کار خیلی خصوصی باش داریم ما. آخه من باست بدونم چی کارش. آخه من تو فوزیلی مرد هست. آقا تو یه موضوع خصوصیه، میخوام با خودش صحبت بکنیم. آره خیلی موضوع سرکست. آره بگو موضوع خانوادگیه. بادا بگو سرکست آقا کارش دارن. بادا تو به مردم چی کار داری؟ خوشگلی ها بچه ها، یه دقیقه بشینیم خستگی در کنیم تا ببینیم این احمد بیمعرفت چجور آدمی. آقا بلکن ریخت و پاش نکن. قربون سه نفر اومدن با شما کار دارن. با من؟ اسمشون رو نپرسیدی؟ نه قربون چیزی رو نگفتن. معذرت میخوام. بیا بچه ها، دلم میخواد واسه یه شبم که شده بیام اینجا یک دلی از عزا در بیارم. پسر اینجور جا جای من تو نیست، پول حلاله نمیشه که اینجا خرج کرد. آره پولایی که اینجور جا خرج میشه پولایی که بالاش زحمت نکشیدن، عرق نریختن، خلاصه پولای کار نکرده است. نه این سرنا سشه که ما با هزار جون کندن و بدبختی و عرق ریختن در میاریم. نه ایزوز دکار یادگاری میاد احمد باییم. اونا آشد آقایون فرمایشی داشتن؟ اسم شما احمده؟ بله منظور. ببینم آقا زده، شما یه دختری رو به اسم مریم میشناسی؟ یه وقتی میشناختم. مگه چطور شده؟ میخواستی چطور بشه دیگه ها؟ دختر بیچاره رو گولش زدی، بعدم که ازش سیر شدی رفتی سراغ یه نفر دیگه. توپ برود بیا. بیچاره میخواست خودشو بکشه، اگه ما دیر جنبیده بودیم که الان مرده بود. این رسم مدونه که با یه دختر بیچاره این معامله رو میکنی؟ نمیفهمم اصلا این موضوع چه ربطی به شما داره؟ مگه شما وکیل وسیع اون دختر هستین؟ ما همه کسش هستیم. پس خیال کردی از زیر بطه به عمل اومده؟ بالاخره تو این دنیا باید یکی پیدا بشه که حق آدمای بیچاره بگیره. ما واسه همین اومدیم اینجا که حق مریم معصوم از تو نامرد بگیریم. آها فهمیدم، حق و حساب میخواییم. خیلی بکنم حالا چقدر میخواییم؟ چی اینقدر کافیه؟ بهتره بری با این پولا یه خورده غیرت و مردونگی واسه خودت بخری، اینجور پولا از گلوم پایین نمیره. نامرد دراز پولاشو به راه ما میکشه، نمیدونه که این پولا واسه ما یه صندلی هم ارزش نداره. حالا که اینطوره پس برین هر غلطی دلتون میخواد بکنید. دریا رو بارا میریم. بچه ها بگیرم حسابشون رو برسین. حساب ما رو برسن. دست اینجا چی کار میخوای بکنیم؟ اگه شما نمیدونی رئیس از سر صدا خوشش نمیاد و اما این نظرش رو بیرام ایجاد حویج خوب کنیم. نه 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 اگه سلام میدونی من برن یه چیز دیگه بهشون بگم بیا بابا. سب کن سب کن، اگه مردین بیایی برو. بیا بابا تو هم حوصله داری. ما که نزوشی من کدکشون بگم. آره بابا علکی قم بود درده مرد جون بیا خیلی کنه شو نه بودی که چیز کرده بودی. آره یونه دو این آدم های مزاحم همه جا ولو هست. این آدم های مزاحم کیا بودن؟ هیچی بابا، سه تا آدم احمق بودن که عوضی اومده بودن اینجا. داشتم میگفتم که زودتر باید ترتیب این کارو بدیم، چون من دیگه بیشتر از این نمیتونم روی این جریان سرمایه گذاری کنم. ولی این کاری نیست که بشه با عجله تموم کرد، یکم وقت میخواد. همینی که گفتم باید تا هفته دیگه ترتیب عروسی رو بدیم. آخه تازه 6 ماهه که مادرش مرده. باشه تو با پدرش صحبت کن، منم سعی میکنم جیتو رو حتما راضی بکنم. اینم یادت باشه بعد از عروسی تازه اول کاره، باید نقشه ای از بین بردن گیتی و پدرش رو بکشی و الا به این زودی از پول خبری نیست. این رو قصد 6 تا یابون کار کردن. تا گرفته غور نزنی؟ چرا غور نزنم؟ کار میکنم بعدم غور بزنم. تایی بهتره کی؟ تو بهتره کی؟ مردم از گشنگی خدا.
من دلم از گشنگی دارم ساز دهنی میزنم. خیلی خب بابا ما هم گشنمونه. چی دهنه شده موقع شام نهار کوف کنی؟ کم سلام مریم جون نهار رد کن که مردم از گشنگی. نهار حاضر الان میکشم. رد کن بده من سفره رو بکنم رفقا بشینیم فکرش هم نکنیم بالاخره بازم با اون ناجزه رو برونی. مگه امروز کجا رفته بودی؟ هیچی بابا رفته بودیم سراغ احمد. اولش میخواست با پول قضیه رو ماستمالی بکنه. بعد که دید فایده نداره آدماش انداخت به جون ما. آخه داشتم خیلی زیاد بود. آره ولی نمیذارم به این سادگی قصر در بره. بله مگه کشکه. بابا جون حالا نهارتونو بخورید. حساب احمد جیگلو خودم میرسم. کاریتون نباشه. بهتون که گفته بودم شماها نباید خودتونو واسه من به درد سر بندازید. ولی مریم جون ما قسم خوردیم که انتقام تو از اون ناکس بگیریم. تا حسابمونو باش تسویه نکنیم دست بردار نیستیم حتی اگه به قیمت جونمون تموم بشه. جون حتما. اما من دلم نمیخواد شماها رو تو بدبختی خودم شریک کنم. شماها که تقصیری ندارید. این اشتباهی بود که خودم کردم. ولی این پسر یه نامرد باید انتقام تو رو پس بده. بالاخره تو این دنیا خدای من هست. خودش میدونه چجوری انتقام بنده گیره. ایشالله. آره بابا جون مریم راست میگه. اون نهاره تو بخواه عوضی. فکر میکنی خدا واسه چی ما رو سر راه تو قرار داد؟ واسه این که انتقام تو رو بگیریم. واسه این که به اون ناکس نشون بدیم که تو این دنیا هنوز جوان مردی و غیرت هم پیدا میشه. آره باید بهش بفهمونیم که همه چی رو با پول نمیشه خرید. کاشکی اون روز مرده بودم. هم خودم راحت میشدم هم شماها رو به درد سر نمینداختم. این چه حرفی میزنی مریم جون؟ تا ما رو داری هیچ نهاد خسته بخوری. آب گوش بخور غذای همه بندگان رو خلق الله. آب داشتین میفرمدین. راستش امروز خدمت شما شرفیاب شدیم که اجازه بدین هر چی زودتر جشن عروسی رو را بندازیم چون من تا دو هفته دیگه عازم مسافرت خارج هستم. ولی شما میدونین که مادر گیتی تازه مرحوم شده. باید یک کمی صبر کنین تا حداقل سالش تموم بشه. ولی آقای عیان المل این حرفا دیگه کهنه شده. تو کار خیر تردید جایز نیست. میدونم ولی آخه تو مردم خوب نیست. گرچه من آرزو دارم خوشبختی دخترم رو به چشم ببینم چون میترسم این آرزو رو با خودم به گور ببرم. این چه فرمایشیه قربان؟ انشالله که 120 سال عمر میکنی. آخه بابا با این حالش روزی 16 ساعت کار میکنه. دکترها بهش گفتن باید مدتی استراحت کنه تا اینکه حالش خوب بشه. بله حالا دیگه باید یه مرد لایق تو کارا کمکشون بکنه. یه جوان تازه نفس که مورد اطمینان باشه. من مطمئنم که با داشتن دامادی مثل احمد شما دیگه احتیاجی به کار کردن ندارید. چون اون واقعا جوان لایق و فعالیه. خب اگه اجازه بدین روز جمعه رو برای عقد و عروسی تعیین میکنیم. من حرفی ندارم. هر چی گیتی بگه منم باش موافق هستم. گیتی جونم که حتما موافقه. خیلی خب پس بهتر از فردا خرید عروسی رو شروع کنیم چون وقت زیادی نداریم. حالا با اجازه شما مرخص میشیم. خواهش میکنم احمد خان. امیدوارم که با هم خوش خواهش میکنم. خدا نگه. خدا حافظ. مرحبا یه شما کم نشد. گیتی جان چطور اول یه جشن خودمونی بگیریم؟ موافقی فردا شب بریم کابار لیدو و یه شب فراموش نشدنی رو با هم بگذرونیم؟ آره خوب فکریه. من که موافقم. برامو پدرت واقعا مرد نازنینی. نمیدونی چقدر خوشحال شدم وقتی با عروسی موافقت کردم. خدا مال خدا مال خدا مال همسه یا مال خدا مال گرکندر مال خدا همه مردم مالش مال خدا مال مردم مال خدا دادای ما کنیم ما بایسا خونه اومده یعنی چه سلام. علیکه سلام. تو کی هستی؟ شما با کی کار دارید؟ با اون سه نفری که خونه رو بهشون اجاره دادم حالا کجا هستم؟ رفتن سر کار. با این چه جور کاریه که پول توش در نمیاد؟ حالا سه ماهی که خونه ما عقب افتاده. من بهشون میگم بیان خدمت. ببینم تو چی کارشون هستی؟ من اینجا کارشون رو میکنم. ببینم خوشی خانم تو کلمتشون هستی زلیل مرده. میدونین آخه من آخه این خواب دیگه نمیخواد چیزی واسه من بگه. حالا فهمیدم پولشون رو چی کار میکنن. عوض این که بیان که خونه شون رو بدن زن رو بردن تو خونه. آخه به خود شما اشتباه میکنی. کی را اشتباه میکنم؟ نمیخواد واسه من چاخان پاخان کنیم. ما خودمون این کارا رو کانه کردیم. ولی اول پول مردم رو دادیم بعد رفتیم خرج چهار تا بسه تو کردیم. خیال رسیدم همین رو میر تکلیفم و با این سه تا عقبات کله برده روشن میکنم. نه تو رو به خدا با اونا کاری نداشته باشی. اونا تقصیر ندارن. من خودم اومدم. باش مرده بازی در نیا واسه من. من خودم میفهمم کم آمده. بس کنید آقا.
داره تمام فرصت ها رو به تور میزن. آره بابا اینه شاخانه یه همه کنه. آره نهاره برسون که مردی نداری نگی هرگه هرگه کجا؟ فکر نمی کنم باید همین جا باشه. مریم بچه مریم بدش بینم برادرای عزیز و مهربانم، با اینکه شما تنها انسانهایی بودید که بدون هیچ چشم داشتی به من محبت کردید، ولی چون حس میکنم وجود من جز دردسر و ناراحتی برای شما ثمری ندارد، برخلاف میل خودم شما را برای همیشه ترک میکنم. مریم چقدر ادبی و سوزناک نوشته. مگه از ما چه بدی دیده بودین مریم؟ عوض این حرفا بهتره برین ترتور شده پیداش بکنی. آره ممکنه باز یه بلایی سر خودش بیاره. بزن بریم بریم بریم
تو بالا کن خوشگلم، منو نگاه کن خوشگلم. از قره پای دیواره ببین چی میره. واه واه قیافه رو نگاه کن، تو نمیره مثل شاخ شمشاده. کجا داری میری خوشگله؟ سوارشو برسونم ات. نه نه ساقه پارو بس ای پو پای خوشگلت نیچه پیاده میره بی بالا عیز دلم. دناز نکن بی بالا، امشبو با هم خوش بگذرونیم بی بالا. حبس اقا دب کن خودم بیاده شمو با زبونه چرب و نرم رازیش کن. آره برو زبونه تو ما رو از سلاخ میکشه بیرون. نشه ترمزو بزن یه ورد بخون بیارش بالا. ای بلا ید به جانم. کجا میرین؟ قطع ناز و اطفار در نیار. بیا بریم بلام خیلی آقا خوش بگیریم. از یا که به موقع رسید. حیف که دستمون در رفتن و الا پوستونو تلفتی میگن. آره ناله چی آخر امروز همه جا رو دنبال زیر پا گذاشتی. آخه واسه چیه مرتبه گذاشتی و رفتی؟ دلم نمیخواد شما ها توی بدبختی من شریف بشید. فکر کردم بهتره برم دنبال سرنوشت خودم. اما مریم سرنوشت ما از هم جدا نیست. ما تو خوشی و ناخوشی، غم و شادی، داری و نداری هم شریکی. آره مریم جون، امیر جونم راست میگه. تو باید به ما قول شرف بدی که دیگه هیچ وقت ما رو درک نگونی. آخه وجود من جز ناراحتی واسه شما فایده نداره. تو هم فایده رو تو پول میدونی. تو زندگی ما وجود آدمی مثل تو خیلی بیشتر از اینا ارزش داره. آدمی که درد و محرومیت کشیده باشه. به نظر من ما باید یه کاری بکنیم که مریم یه خورده غماشو فراموش بکنه. اون باز بفهمه که زندگی تمامش بدی و زشتی نیست، دوستی و عشق و امیدم وجود داره. آره رو بقای مهربون، من خودم یه کاری میکنم که مریم جون هر غمی داشته باشه فراموش کنه. خب دیگه را بیفتیم بریم. نادر جون نظر آبجی جونم غصه بکنه. برو قربونه درم الهی، برو تا صدق درم الهی. زبونم لال منو جز به حیوانات بگیرن بندازن تو قفس چه خاکی به سرم نریزن. والا من شبیه زرافن هستم، ممکنه من اسیرم کنم چون عقربم پدرم به من گفت حیوان. والا ببینیم چه میشه. دیریتیم دخمه ام دنیا تا که گره از رو با کن زچه رو غمگینی اخمه تا با کن همه ابرو با کن. تو بیا این قفص و این همه حیبون رو ببین همه کارا کلکه این همه غمگین منشین همه حیبون که در این جنگل مولاست خدا چو تو انسون نخوره غصه این جورجرا. به قول داروین گفتنی میگه پدر ما میمون بوده ببینی بنابراین به شما بر نخوره. اون اموها رو نگاهی کن به باباها نظر افکن خاله جونها و مامان جون را که چنین میزنه بشکن. همه حیوان ها خوشن خوب اگر خیره بشی دم دنیا حبس والا به تو میمون ها میگن اگه غمگین بشوی همه دنیا حبس والا. ببیا آه یانم همه دنیا تا که
رو غمگینی همه ابرو با کن همه دنیا تا که گره از رو با کن ده چه رو غمگینی جون من بکن همه ابرو با کن همه دنیا تا که به همه چه گره از رو با کن ده چه رو غمگینی همه ابرو با کن خوش باشانو کردی از دست این مردمون نالوتی چه مصیبت هم آدگی آقا چه گفتی واقعا امشب هر طوری شده باید بریم در این کافه به نظرم دلت واسه نیشاقو یارو تنگ شده بسر چی میگه بابا باید یه کاری بکنی مگه مریم نگفت همین روزا عروسی میکنن بچه ها اونجا رو ببینی خط میشه. بیا عزیزم. بچه اون دختره که باشه حتما نام زده. مرگ من. جونو تو. پس الان موقعشه که بریم اوزا امجیگو رو پاک بیری. بزنه بریم اینم. آقایون بدون کراوات قدقه ما پس قدقه وقتی که این افسار تمدن اختراع شده به هیچ کاری بدبخت نگفتم این حالا میریم که ما بریم نمیشه جانم نمیشه آره چیکار کنیم من یه نقشه بکشم تا داریم تو این عروسی هر خدمتی که از دستمون برمیاد انجام بدیم
چه دوستای خوبی داری احمد جون. من تعجب میکنم چرا که حالا اونا رو به من معرفی نکرده بودی. آخه مگه نشتو که میگن دوری و دوستی؟ اینطوری واسه هم دیگه عزیزتریم. آی پسر به اینجا نمیام. بیدارم بیا میخوام عوض بدم بچه هرچی مخونی دار بودم بری بینم چی داره لوبیا و گفته برنجی و از دوم مرخیم پناهجم برنجی نداره بابا کباب بره بوش ببین از هر قضاهایی که داری یکی یه پرسنده بیا آره جونم از همش برده بیا منطقه یکی یکی بیا که سرد نشه بتونیم بخوریم آره بابا رو مرسل نکن انام خوری پیش من داری باز ببینم من یه گیلاس آبجو بخورم به سلامتی زمان اکنون توجه شما را به رقص جالب دوشیزه گلپری به نام رویای نیمه شب جلب میکنم. برکت اینجا گلپری جون میبینین مردم الهی که تصدقت برم من کشته و مرده این هیکل گبل مبلدم قربونی شکل چقدر دلم میخواد من تو رو ببینم تا حالا با آهنگات دل خوش بودم آقا عوضی گرفتین من گلپری ملپری نیستم من باید برنامه رویای نیمه شب رو اجرا بکنم رویا؟ رویای نیمه شب ولش کن بیا راساسکی با هم دوتا یک برنامه اجرا کنیم دلم میخواد آهنگ گلپری جونو که به اسم خودت هم ثبت شده با هم دیگه بخونیم مردم لذت ببرن از اعضای ارکستر هم خواهش میکنم که
برکن باری کرده مردتون باری کرده باری کرده باری کرده باری کرده مردت کردی
خودشون رو هم تن لشه رو اینا باشه از این غلطان نکنن. تو در قاب کن. خیلی خواه پاشین بچه ها یارو رفتن. بابا من حرف نزنین من بیهوشم. بلند شو بابا اینجا که کسی نیست. یه خود سرکه و کاگل بیارین منو بهوش بیارین. پاشو ولی همچی میشه تو سرکه راستاسی بیهوش بشی. شو اگه مردی ده بزن. ای بابا حالا که موقع دعوا نیست که سوخت بزنیم اینجا کجا یارم که جای قشنگی ها جد بسه مثل اینکه زندانیمون کردن. جانم جان چه زندان خوش آب و هوایی مرد و بوده بس دفت کنیم ببینیم چه نقشه واسمون کشیدن. دیلیف 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 ارو مرکز من رئیس دماغ دیلیف بابا رو زندان تو به تلفن چی کار داری دوستان رو سکرتر خوشگل برمان بابا اونه به زندان بچه دیوونه یا نه تو رو خدا نگاش کن هر دیگه به این شعره خدا نه تو ایش گره یه دیگه از این من نوبر نکردم میسه که اینجا هم زادی نوش دست داری آقا به خود خفه نکنی خودم خیلی خوش بزن شب بخیر شب بخیر شب بخیر خانم بازم تشب بیارین این طرف شب بخیر عزیزم گیتی جان به پدرت سلام برسون. خدا چکر. امید و بیدار. به سلامت. خب، بالاخره نقشمون گرفت. تا چند روز دیگه من میشم داماد اعیان الملک، میلیونر مرد. آره، ولی باید یه کاری بکنی تمام پولاش مال تو. آه، منظورت اینه که مال ما بشه. مال ما بشه نفری، فکر اینم کردم. فعلا دختره مثل موم تو دست منه. هر شکلی بخوام میتونم درش کنم. حالا بریم توی دفتره. من ببینیم اون سه تا احمق در چه حالا در ضمن یه کاری هم داریم که باید انجام بدیم. باشه، بریم. بریم. چیز پیدا نکردی؟ نه بابا من تو چی دیدی؟ نه بابا بیا 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 چه دودی اینجا؟ حتما آدمای تو اینجا سیگار کشیدن. یاد کاری احمقا باشه. نه، ممکن نیست. با اون دوایی که به خوردشون دادیم تا سه روز دیگه نیامش رو بوش بیان. خب، حالا راجع به قراری که داشتیم صحبت میکنیم. چه صحبته؟ حالا که تو قرار عروسی با گیتی رو گذاشتی و داری کم کم خر مراد سوار میشیم، باید ترتیب بدیم که تا یک سال دیگه طبق قراردادمون یک میلیون تومان پول نقد به من بپردازیم. اگه در این مدت نتونستم گیتی و پدرش رو از بین ببرم، اون وقت چطور میشه؟ اونش دیگه به من مربوط نیست. این پیشنهادی بود که خودت کردی. بیا قرارداد و مطابق صحبتهایی که با هم کرده بودیم من تنظیم کردم. کافیه بخونیش و بعد امضاش. باشه من موافقم. این قرارداد برای من حکم یه بلیت بخت آزمایی رو داره. اگه عرضه داشته باشی حتما بلیتت برنده میشه. به سلامتی پولایی که در انتظارمونه. بیا باشه که به سلامتی آمه جون بلنشو بریم دیگه. این سه نفر رو چیکار کنیم؟ شما برین من خودم میدونم چه بلایی سرشون بیارم. خیلی خوب پس من میریم. به سلامت خدافظ. خدا نگهدار. شب بخیر. شب بخیر. جانانه کن. او گوشت رو واکن ببین چی میگم. امشب تا صبح از پشت در این اتاق تکون نمیخوری. هیچ کس نباید از اینجا خارج بشه. تا صبح چه من برگردم. فهمیدی؟ برو قربان. احمق بگه دیوونه شده چرا درایی من رو میگیری؟ بارو خود دون گفتی هیچ کس از اینجا نره چشمم کور که شما رو ندیدم. مو فکر شد
اما من منظورم این سه نفرن. حالا پوچه پوچه تو رن بگه قربان شریف هم شد چیز هسته جمع کنی کازی تو میگیرم یاردم بچه ها خوب کرکی داشت جمعه دیگه بودم آمه کرده یا برای ما رو حالی باید هر تو سرم قرار دارم چشو درگی باره تو بدهی به چه رو میدن جلالا نه به قرار دار چه کار کنیم بچه های جبون مرد چه کار باید با ظرافت انجام داد با زور که نمیشه هم دیده من بگی بگن های ظرافت یواش بذار صداش بیرون نره نشه این طوری که نمیشه بفرما نگفتم با آقا چه آقا بریم نگاه کن جون خودن تو جدن در جد دوز ساله بودن نه بابا هاش برساد بودن نه ببخشه آن سب خواهی بیرون پایین یارو نره خرم چی بکنیم آن نمیدن بیرون بده من فشو شرم فشو شرم بده بیا اینم فش بشه چی کار میخوای بکنی؟ میخوام نقشه جنگی دیری حمله کنه کوشیه افراد خوش من بیان بیان نظام بگیریم سلام عرض سلام علیکم این چه ریختیه؟ چرا قد دیه کردی؟ دلم برای تو شور میزد مریم جون مژده بده که نقشمون حسابی گرفت یه مدرکی ازشون گیر آوردم که سره به زنگ و مجده نمیگه چه مدرکی؟ مسعود اون قرارداد درات نشونه مریم بده آره قرارداد نکنه بهشون پس دادم نه بابا جد باش کلا قیفیه بفرمه اینم قرارداد بفرمه اینا بخونش خدایا انتقام من از این بیشرف بگیر رضا یه دختر دیگرم بدبخت خدایا کمک کنی نه تو کارشون موفق بشن ناراحت نباش مریم جان ما حتما موفق میشیم چون خدا با ما هست آره میدونم ولی کاش که خدا از اول با ما بود خدا همیشه با ما بوده واسه که قلبمون پاک شیر پیلهی تو کارمون نی تازه با جیب خالی عشق دنیا را میکنی آره چرا گریه میکنی؟ گریه خوشحالی و امیده چیزی که بیشتر از همه ثروتهای دنیا ارزش داره غلط نکنم طرف گلوش تخدیر کرده آره من تو مدرمیده تا بریده بعضی وقت آدم دلش میخواد یه عالم حرف بزنه ولی انگار که دهنش قفل شده اصلا نمیتونه لب از لب وا کنه گاهی هم آدم احتیاج نداره حرف بزنه چون همه چی رو حس میکنه حق با توست گاهی بین دو نفر سکوت گویاتر از هر کلامیه احمقای بیشور بیارزا به همین سادگی گذاشتین فرار کنن پس این هکلا رو برای چی گنده کردین قربون ما چه تقصیر داریم اونا دخل حسن ریزه رو آوردن و فرار کردن خفشو حالا دیگه با من در رو بس میکنی اگه تا فردا اونا رو با مدرکی که دوزیرن پیدا نکنید مغزتون رو داغون میکنم بریم بابا گاومون دو بلوز داریم من میبینی خونه عیان ما کم اونجاست آره با خودمون همیشه گاز میبریم اونجا پس بعد هر طور است بریم پیش عیان ما جریان از سیر تا پیاز واسش تعریف کنیم با اون مدرک که ما داریم حتما حرفامون رو باور میکنه خیلی دلم میخواد قیافه هم از جیگولو بعد از این جریان تماشا کنم اصلا فکرشم نمیکرد به این سادگی پتشو بریزیم رو آب نیا کن بس که آدم قدرت هم حتما کشی که ما رو میدن بهتر وان هستی آره برو پشت کنه اینجا همینجا خوبه دیگر دیگه هر دیگه جلو پنه بباشا چی دیره چی شو چرا اینجا ماشین نگه داشتین شما ها دهه مگه آدم های قدرت رو ندیدی باشه من که ازشون نمیترسم یعنی سعی کنم آیسته ببینی چی میگی حرف بزنه حالا کنی باید از این طرف یه طوری که اونا متوجه نشن از دیوار خونه بریم بالا چی؟ بعد از دیوار خونه مردم بریم بالا اگه عوض دوزی رفتن اون چه خواهی چاره نیست باید امروز حتما نیانون یاله بینامه فهم نمیرم من از دیوار خونه مردم بالا نمیرم بابا بایشا نمیرم من میرم تو ماشین نمیرم
تو آره که من رو باربندم اینجا نورده بون بشم دست تو سیخ میگردم آقا این چونه هست آره که هم میدن تو سر تو از پله نورده بون بیان بابا یوا یوا مردم بیوالا آر میزنه حالا من چی؟ باده کالت وردی بیوالا من نمیدونم میام بالا که بگیم اینجوری نق میزنه بره من دستو دست همه بگیر مینم یواش یواش افتاده افتاده به این بوردی که سنگیده افتاده مثل گوشه خطابی من آبادون کردن افتاده 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 میخواستیم به این خدمتون سلام یار کنیم خانم چرا از دیوار رفته بودین بالا؟ آخه ما عادت داریم همیشه از دیوار رفتیم راستش اینه که جلوی در گرفته بودن مجبور شدیم از دیوار بریم بالا دیگه بله چی جلوی در گرفته بود؟ همینه که الان فرار کردن این آدم های قدرت هن که اینجا چیشی که ما رو میدادن هیچ سردر نمیارم برای چی میخواستن جلوی شما رو بگیره؟ از چه از حضور انورتون جریانش خیلی مفصله اجازه بدین از اولش براتون تعریف بکنم نامزد شما احمد آقا یه لات آسمون جلوی که به کمک قدرت و سوسن واسه پولای پدر شما نقشه کشیدن آره یک نقشه یه که به عقل جنم نمیرسه که برسه آدم بله. چه نقشه؟ منظورتون چی؟ والله نقشه شما اینه که بعد از عروسی شما و پدرتون از بین ببرن و ثروتشو بین خودشون تقسیم بکنن حتما دارین شوخی میکنین ندینه شما خیلی هم جدی میگیم خانم من رو کن این مبرک آها اینم قرار داد همه چی بهتون ثابت میشه مولنگ شلوارم مونده برسر بی ارزت کنن مبرک به اون مهمی رو برسر اصلا کی به تو گفت که قرار داد پیش تو باشه خانم باور بفرمایید راست میگم قرار داد پیش این بسره بود حالا بسره بود بهتره دیگه دست از این مسخره بازی رو بردارم خانم جون اگه حرفای ما رو باور نمی کنین ما حاضریم یه مدرک زنده بهتون نشون بدیم اینم یه دروغ دیگه باور کنیم ما یه شاهد زنده هم داریم به هر حال تو خونه ماست بیاین بریم تا اونو بهتون نشون بدم خودش همه چی رو واسه تو تعریف میکنه بیاین بریم خونه ما نشون دون بدیم شاید این مدرکم باز گم بشه اون وقت چه دروغی سر هم میکنیم نه خانم این مدرک دیگه گم شدنی نیست من از شما خواهش میکنم با ما بیاین تا حقیقت براتون روشن بشه خواهش میکنم این زحمت رو به خودتون بدید خیلی خوب بریم این مدرک زنده تون رو بگیریم اجازه بدید من با شما بیام تا راه برن از دست تو خالی خونه چه مصیبت رو برد بشه اگه بار گام برا برم نه آشو بریم خونه بلا مثل چندی شده دنبال من بیا برو هوای بار داشته با چوشو انتظاری و حد دردی آبچی واسه چنان خیلی خشم سب کنیم ببینم شما کی هستی؟ چی میخوام؟ ما دنبال اون ستا ناکس میگردیم اگه خونه شون اینجا نیست شاید منظورتون امیر نادر مسعودی آره همون سه نفر چه لباسایی یا جوتنشونه بله خونه شون همینجاست کاری داشتی؟ آره یه کار واجبی داری حالا بگو بینم کجا میشه جوریدشون نمیدونم آخه الان سر کارم مارکه تو برو اتاقا بگردی به اون سند آقا رو پیدا میکنی اگر راستشون نگی خوشگله با همین چاقو گردن تو اینهو آبکش خونه ننم سولاخ سولاخ میکنم حالا بگو بینم اون ستا ناکت رو کنم من خواهر ندارم راستشو بگو مگه سر به تنت زیادی کرده خوشگله من چی میخوایم؟ اصلا همه جا رو گشتم اصلا من خبری نیست مثل اون که اون ناچه خواه خودشون بردن سنده رو حالا که این ریختیه ما این خوشگره رو عوض سند با خودمون میبرم خودشون سند رو تو درمان بردیم اون نفر سند رو بردیم Thank you.
دست اون کلبه من شده کم سر کنم به این بر باشم تو بی پشت سر من من نیم رو هم بشنگیم با اقا پشت رو خیلی خود دارم یه رسیم این درم شدم من تو کدو مریم صدا سر مریم 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 چون بیا واسه همون یه مهمون اومده خره بفرمی شما بشینین الان اون دختری که گفتم میاد خدمت من راحتم همینطوری خوبه بچه اتاق چرا اینجوری شده؟ چی شده؟ مثل میدون کابل چرا مریم پیداش نیست؟ وح وح مریم 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 نگاه کن صندوق چرا به هم ریخته؟ دیگه بهتره دست از این مسخره بازی ها برداریم مثل اینکه مریم اصلا وجود خارجی نداری منو بگو که به حرفای شما ها گوش دادم والا به امام رضا باور کنین که راست میگیم حتما با دست اونا تو کار بوده دیگه حوصله شنیدن این مزخرفا رو ندارم بریم خدا رو شکر کنی که شما رو دست پلیس نمیدیم یه دقیقه صبر کنیم دیگه دو تم کنه هر کی باشه باور نمی کنه اینم رفت این دختره نمیدونم چه مرگش ای میذاره عدت ما فرار می کنه فکر نمی کنم موضوع این دفعه به این سادگی ها باشه درسته اگه میخواد فرار کنه دلیلی نداشت که اتاقو به هم بریزه آره باید یه کاسه زیر نیم کاسه باشه شایدم نیم کاسه زیر کاسه باشه خیلی خب بابا یعنی ممکنه دارو دستی احمدونو دزدیده باشن؟ هیچ بعید نیست برای اینکه اونا چاره دیگه ای نداشتن خب حالا مریمو دزدیدن که جدا بشه موضوع خیلی روشنه اونو دزدیدن که بتونن قرارداد از ما پس بگیرن قرارداد که تو اون رنگ شلوار میشه یا نه معصوم جون زیاد چلوغش نکن نباید کسی بفهمه که قرارداد لو دادی بهتره همین الان تلفنی باشون تماس بگیریم ببینیم مزه دهنشون چیه آره درست گفتی بعد میشه بذار 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 الو کجایی؟ کامل لیدو؟ میخواستم با آقای قدرت صحبت بکنم بفرمایین خودم هستم شما کی هستین؟ میخواستم پیشنهاد یه معامله رو بهتون بکنم کدوم معامله؟ شما کی هستین؟ خودتو به اون را نزن ما میدونیم که مریم و شما دزدیدین حاضریم قرارداد بهتون پس بدیم به شرطی که مریم رو آزاد کنیم بیا گوش کن خودشونن نقشه ما گرفت چیه؟ چرا دارین فکر میکنین؟ حاضری یا نه؟ ببینم مطمئنین که دارین جدی حرف میزنین؟ خب پس معلوم میشه سر عقل اومدین بهتر هرچه زودتر این کارو بکنیم وگرنه ممکنه ما پشیمون بشیم خیلی خوب شرطش اینه که خود تنهایی با مریم بیایی در غیر این صورت معامله ای انجام نمیشه پس معلوم میشه به من اطمینان ندارین باشه قبول دارم حالا کجا باید بیاییم ساعت 2 بعد از ظهر تو جاده اقدسیه بعد از اولین پیچ فرعی منتظر ما باشین خب اون قرارداد که با خودتون آوردین قرارداد تو جیب شلوار اول باید مریم رو بفرستی این طرف آره اول بفرستی این طرف یلا مریم میباییم مریم بی این طرف منتظر ارد طرفی خب کجا بودی آخی یه واسه خیلی مریم تو حالت خوبه آره این نامرده فقط سورشون به زنها میرسه خب دیگه های رئیس فرمایش نگه ما مرخصیم قربان اینها مرخص شما دیگه های رئیس خدا حافظ آهای کجا دارین میرین قرارداد پس بدین خفلا گفتم که قرارداد تو جیب شلواره هر تو یه نصف شلوار گیرودی جیباشو خوب بگه قرارداد پیدا میکنی آره بگم نشون بده ما خودم ختمی یار ورا بس اوه دیدی من آها 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 آها
حالت طرف شدیم شانه ها آخرش خوشه روپه به هر از دفت خواره جوجه ها را آخر پاییز میخورن قیافش نگاه کن این اوجب به اونو به خاک برسه رو گچا تو کله میدارم اگه زیاد حرف بزنی دستور میدم زبون تو از حلقه دران بیرون اگه مردی بگو دستامونو واز کنن اون هفتیت هم قلب کن تا حالیت کنیم با کی تو بمیرم براتون که هر سه نفر پوزه بند زدم فقط پوزه من آزاده اگه مردین آی رئیس من شخصیت دارم من پیش رو پقام چار کنید با خود رو باید کنم زده تو سو دهنش رو من یابه پوزه رفت بخو این هم کبوت بمون هم بمون اونجا دهران ایرانی نه بریم بچه هم بریم بابا این نردهون بد مروبت هم مثل دوال پا افتده رو من ما هر چپونه بدش میمان همین نونه هم گرم شد حالا مرده حالا دیگه خیالمون از هر جهت راحت شد چون عروسی امشب بدون دردسر برگزار میشه. آره ولی من خیالم از بابت اون قرارداد ناراحته. وقتی اونا تو چنگ ما باشن واسه چی ناراحتی؟ بله چه؟ معذرت میخوام قربان این کاغذ رو یکی از بچه ها پیدا کرده مثل اینکه مربوط به شماست. بیار ببینم. بفرمایید. بله درسته اینا از کجا گیر آورده؟ میگه جلوی خونه عیان مش پیدا کردی. عجیبه. خب میتونی بریم بیا اینم قرار داد حالا خیالت راحت شد؟ آره خودشه باورم نمیشه چطوری این قرار داد به دست آدمای تو افتاده؟ حالا دیگه نمیخواد فکر این چیزا رو بکنی پاشو زودتر خودتو برای امشب آماده کن چون قراره تا چند ساعت دیگه داماد عیان الملک بشی راستی تا یادم نرفته باید ترتیب مزاحم آخری رو بدیم سوسنو میگی؟ آره سوسن اون به این امید با ما همکاری میکنه که بعد از پولدار شدن باش عروسی کنه باید از همین الان یه فکر براش بکنم ولی وقتی بفهمه بهش رو گفتم موی دماغمون نوبت اونم میرسه سلام سلام سوسن جون چرا دیر کردی؟ رفته بودم لباسم از خیاطی بگیرم در ضمن خونه یکی از دوستام سری زدم راستی ماشی بده اون سه تا مزاحم با دختر الان تو چنگ ما قراردادم پیدا کردم خب تبریک عرض میکنم به هر دوتون که اینقدر زرنگی این دفعه بهتر قرارداد پیش من باشه وقتی عروسی تموم شد بهتون پس میدم چون ممکنه باز اونو از دست بدید ولی پیش من باشه جاش امتره خب دیگه ساعت نزدیک چهاره باید تا یه ساعت دیگه خونه عیان الملک بشه آره پیش بریم
تو حتما باید باشی که من دست و پامو گم نکنم. خدافظ عزیزم. خدافظ. رئیس افسور داده هیچ کس حق نداره بده. گفتم در رو باز کن، ارباب خودش منو فرستاده. آخه ما تو مسئولیت داریم. ناراحت نباش، خودم جواب رئیس رو میدم. حالا که اینطوره بفهمی جواب رشته نجات، این دفعه یه چه نقشه کشتی؟ یک نقشه عالی، باید هر طور هست جلوی عروسی احمد و گیتی رو بگیری. تو رو خدا، خدا آمده بری به رفقا خیانت بکنی؟ همه این کلک ها تو جور کرده بودی، چطور تغییر عقیده دادی؟ تغییرشو دیگه نپرسین، اون به خودم مربوطه. یالا مریم جون، یالا نکنه باز داری یه کلک تازه سوار میکنی ها؟ بهتون که گفتم از حالا به بعد منم جز خودتون بدونم. واسه اینکه دلم نمیخواد نقشه اونا عملی بشه. خب ببینم حالا چه جوری از اینجا ما فرار کنیم. باید حساب نگهبانو برسیم. آخه چطوری؟ دیگه من چه میدونم؟ من میگم سوسن شروع کنه به جیغ زدن. یارو حتما میاد ببینه چه خبره. آره. اون وقت حسابشو پاس میرسه. آره. بی بغل دایی جیغ بزن فقط. کمک کنید. چیکار کنیم ها؟ چه میدونم؟ گوش کنیم بچه ها، بهتره واسه اینکه کسی متوجه نشه من مریم جلوتر بریم، شما هم بعدم بیاین. الهی قربونت برم، ما سنا نذار اگه باز دوباره زندانی میکنن. بابا یه بار نه بابا، اگه مواظب باشین کسی متوجه نمیشه. من و مریم لباسامونو عوض میکنیم میریم خونه ایان الملک. شما هم سعی کنین زودتر خودتون رو برسونید، چون دیگه چیزی وقت کنون نمونده ها. حالا وقت تلف نکنید بریم دیگه. خدا حافظ. بای بای عزیزم. باش بابا صداتو میشنوی. تلفن منو خواست بگو نیستم. بابا تو چه بریم بریم تو بچه بریم یاد باش دیگه اینجا همیشه از این سر صدا در میرم دست رو از قرآن دیگه تا پنج دقیقه دیگه بحبه نورکه سوی بهشون بگو حاضر باشم تو سر خیلی خوب پنج دقیقه دیگه رفت داریم این بزخانه ها چرا نمیان بیرون؟ مردم منتظرن یالا سود باشید اون سود چی کار میکنید؟ یالا بجام دیگه دیو چرا دیگه یالا چیه برای این بوشی نه؟ می‌دانیم چرا باعث دادین من رو نگاه میکنین؟ یالا یالا چیزی باید یالا یالا سلام. باشه آقایی برای نمیدونم. خانم در برنامه فوق‌العاده عصر جمعه ما گروه معروف بزخاله ها چند آهنگ داد برای شما اجرا میکنن. این شما و این گروه معروف بزخاله ها. تو دنبالی کنی؟ نه 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 نمیزنم. ببین تو این دنبالی بزن، تو این دنبالی بزن، منم کمون حلاجه رو میزنم. بعد من برده بزنم. یاله بچه ها من چی بزنم؟ خب حرام تو اعتبار نداری. یاله شروع کنی بچه ها. ببین جاری هست من حلاجه شروع کنیم. بچه ها شماره شروع کنیم. یک دوزه بزن رو شروع کنیم. بزن رو موی دل ها درنگی در شهر فرنگی برای ما شما در آنی اجادی از این آهنگ جمع پرده ما فراجی
ببندیم، آی فلنگو ببندیم. آی فلنگو ببندیم، آی فلنگو ببندیم. زندانی ها فرار کردن، لباسه نوازنده ها رو هم با خودشون بردن. حالا چیکار کنه؟ نکنه همینا بودن مرتضی ها؟ آره خودشون بودن. یالا بریم دنبالشون. جشن فرخنده عقد ازدواج دوشیزه جیتی خانم اعیان الملک را با آقای احمد غفوری شروع می کنیم. دوشیزه جیتی خانم اعیان الملک، آیا حاضرید به عقد و ازدواج آقای احمد غفوری درآیید؟ آقا دو مرتبه بخونین. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا کنه سر موقع برسونه. دوشیزه جیتی خانم اعیان الملک، آیا حاضرید به عقد و ازدواج آقای احمد غفوری درآیید؟ دیگه هم بخونین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. پس چرا اینا نیومدن؟ الان کار از کار میگذره. میترسم یه اتفاقی براشون افتاده باشه. یا خدا سر ماخه برسیدی آخرین مرتبه تکرار میکنم دوشیزه جیتی خانم اعیان الملک، آیا حاضرید به عقد و ازدواج آقای احمد غفوری درآیید؟ بعد از درد دیگه فایده نداره قربون، چون کار از کار میگذره. درسته. نمیفهمم منظورتون از این حرفا چیه. الان واسه تون توضیح میدم. این احمد آقا رفیقش با هم نقشه کشیدن که بعد از عروسی شما و دخترتون رو از بین ببرن و پولای شما رو صاحب بشن. مزخرف میگه، به حرفاش گوش نکنی. قربون این پسر از اون لاتای آسمونجوری که تو حرف آسمون یه ستره نداره. بله با پولای اون یکی خودشو پولدار جا زده که بتونه با دخترش عروسی کنه. اگه باور نمیکنی میتونین از این دختر بپرسین. بله. خدایا چه میشنوم؟ ببینم احمد این حرفا حقیقت داره. قربون اینو با هم دست به یکی کردن عروسی ما رو به هم بزنن. شما چطور این مزخرفاتو باور میکنین؟ بله اگه راست میگم باید حرفاشون رو ثابت بکنم. درسته. شما میتونین حرفاتون رو ثابت کنین؟ ثابت کنیم. چجوری ثابت کنیم؟ نمیدونم چجوری ثابت کنیم. از شد که... من ثابت میکنم. بفرمایید. اینم مدرک. با خوندن این همه چی برای شما روشن میشه. سوزان هیچ میدونین داری چی کار میکنی؟ خوب میدونم چی کار میکنم. یادت میاد چند وقت پیش به من گفتی برای دوست داشتن باید به هم دیگه اعتماد کرد؟ برای زنده موندن چی آقا پسر؟ قربان این سند چی علیه؟ به من تهمت داره. گروت دوسته کلاه برداری یعنی دست شریف که تو بگیره خونه من باره بیاره همه سیر سر شماست. پدرتون رو در میارم میکشم. این دفعه دیگه حسابتون با منه. دیدیم که جوون مرد چه کردن؟ آقای من شما رو درست نمیشناسم ولی با این کارتون بزرگترین خدمت رو در حق من و دخترم کردیم. اگر سوزن جون به ما کمک نمیکرد شما هیچ به قسمه ای ما رو باور نمیکرد. پس بی منو میخوارم من شریک جرم اونا حساب نکنم. برم الهی تزدق تو من برم. معذرت میخوام پس تکلیف ما چی میشه؟ اگر کاری ندارید مرخص بشید. قربان بیاین جلو. بله. تو مطمئن هستی؟ بله قربان میمیرن و هم دیگه. من حرفی ندارم. مجلس ما هم به هم نمیخوره. شامی الان ترتیبش میرم. ویدیو رو میرم بچه. بچه بیا ما. این داماد. اینم عروس. الباقی میمونی یه حلقه. اینم حلقه. ها ما میمونیم گردن حلقه. من تا تحقیق و اظهار نظر کنن که این دختر خوشگل و سیمین‌بر و خوش آب و رنگ که سالهای سال خوب میچرخونه، خوب میگردونه، خوب میخونه از چی شده که یه مرتبه همچی شده؟
چیه؟ این آقا معتقده که شواری شده شوهر کنه درست میشه تصدیر تو آقا دارده در نیاز میگه از غیر کمره یه غیر بده حالش خود میشه سلام کنی این یکی عقیده داره از فشار خونه خونشو بریدی کار تمومه این آقایون هم میگن حتما یه نفر رو بیستش 21 آورده و اما این متخصص امور سکسی میگه کمبود بوسه داره تا میتونین ماتش کنه به دستور این مرد قابل انتظار تمام این نسخه ها رو برای خانم پیچی برد ولی اون کمافه ثابت دیوونه موند که موند من شوهر بدم اونم به یه مرد بدتر که اصلا ندیدمه بالاخره کلید این معما پیدا شد هر دلی دلبر میخواد هر سری سرور میخواد هر زنی آقا بالا سر میخواد ببخشید یعنی شوهر میخواد یعنی یه مارو به کار عشقی از سال دلم خبر بسته چی بودم براد بردم بودم من تو درد که بارم بکر باده دل من به شادی تر باده افق رنگین و بیپادور خنده و شادمانی در زمینه پروسعت حادثه و ماجرا اثری برگشته و تشمیدی شهر سیامک یاسمی کارگردان شهیر و توانا بر روی پرده می آید تا قلب مشتاقان هنر و سینما را تحقیل کند رضا بیک ایمانبردی و جمیله در عروس پابرهنه مگه نمیتا بریدونم خونه نداریم چیه بیا؟ اما بیری خیارهای بعد بسه سرت نبره ما از اوناش نیستیم به خدا منم از اوناش نیستم منم مدت هست که از اوناش نیستم ماجرای جنسیر یکی از حوادث نادر و کمیابه که خنده و جریه چاشنی داره و جنگ و دوا تنها راه حل مشکلاتش محسوب میشه ببینم این داری بری یا بهت بدم خودم برداشتم ده تا از توی تش رفتم بعدم به سرس میدم این زدی که این دو اول با هم بیگانه بودن ولی لبخند شیرین دختر سرنوشت عجیب و شگفت‌انگیز او و بیباکی و شهامت این مرد آغازگر تمام ماجرا ها بود مرد از قفت پرید بیر خود سیرت درم کردی مرد میتکم چکم بیری ریدا بابا یه وقت میخوری یک جایی ما دشمنان برای مرد توتع کردن برای تصاحب بجا مرگ زن نقشه ها کشیدن و آن را به جنگ یک دیگر فرستادن ولی از معجزات عشق بیخبر بودن عروس پا برهنه با برهنه ای چون خود سر جنگ نداشت چون مردی از تو دلتو چون نمیدونم خاطر تو میخوام یا نه ولی فقط میدونم وقتی تو رو میبینم و قلبم توند تو میزنه عروس پا برهنه از اون امسایی که هر کی درش میخواد یکی دو تا شد تو خونه داشته باشه چون هر ناراحتی که براش پیش بیاد جوابشو اینطوری میده واقعا که نوبره عروس پا برهنه یک فیلم شاد و پرتحرک و پرهیجان با داستانی کاملا متفاوت که با هنر بازیگری این هنرمندان در شمار آثار فراموش نشدنی قرار خواهد گرفت رضا بیک ایمانبردی جمیله افقر سنتارزاده سیامک اطلسی نادره پیشوایان زهره و امیری دنیا با رهزن ازلام خوش ادام و ناز و مشکلام یک عروض استثنائی برای یک داماد استثنائی در یک فیلم استثنائی عروض پابرن کاردوان سیامک یاسمی سردار حمید مستعدی عرضه ای جالب و دیدنی از Thank you.
البته که شهر چی میشه؟ اگه یه روز از در این نرم کتابات یه محله رو برد میداره. تو چرا باید کتاباتشون رو جمع کنی؟ بالاخره یکی باید جمع کنه. از نسلی به نسل دیگر، تحقیر چون نام و تنهایی چون شناسنامه همباره از پیشان. شریفند همانند خاک، خاکند همانند خون. خفت را باور ندارند ماهی ها. از وقتی آدم عاشق میشه به چی باید فکر کنه؟ به خود عشق. عشق چی؟ من واقعا عاشقم. خواستن را با هم میشناسند و دوست داشتن را. در خاک همه چیز میابند جز برابری، چون نابرابری حاکم مرسر نوشته شد. ماهی ها در خاک میمیرند در پی ذره نور ولی پشت به خورشید، در آتش قطره آب ولی پشت به دریا. فرزان دلجو، باور سینمای جوان ایران در یک رهایی تازه. ماهی ها در خاک میرند. آیلین و بیگن، ستاره راستین سینمای جوان ایران. جمشید مشایخی، افتخار ساز تئاتر و سینما در تحولی دگرگونه. شهرام شب‌پره، کوشش تازه یک چهره، تثبیت یک بازیگر. من این کمر معیوبم به در دیوار زدم و سرم و تو محل تو یه مش آدم بالا گرفتم. ببینم خیلی بالا میره. نه آره الان هیشکی بالا تر از منی دار آدم میمیره. تا چند ساعتی که همه خون توی مغزشه همه چی رو پس میکن. ماهی ها در خاک میمیرن. بارش یک شعر تازه، همکاری یک اجتماع خوب. محمد دلجو، امیر مجاهد، اسفندیار منفردزاده و فرهاد که می سرادند مرسی و ماهی ها را. با تصاویر جمشید الوندی. ماهی ها در خاک میرند. موکی پایین میومد پس کون مرده چه بود؟ این لحظات برای این دختر بچه نکرد تاهر در این بیدان خشم در این توپان حیجان آمود نفرت و کینه بی پایان. تمومه جملا میدوننم مگه نمیدونم تمومه نوزیا میدونم مگه نمیدونم میدونم
که بردیم یه همو خیلی کارمونن چند بشونده حالا گوشه یه زیونن این از مادرای تاهر بعد دختری که به زندگی او گام نهاد اشکانن کنن در زیر پوشش رسول سنت هم که از فوجه یه حراسوکی که هر لحظه به دقوهش نزیفه می شدن آگاه نکنن یه وقت اسم آغاز آنجلی سرقفی هیکل خیلی علوتی های تهرون بود خاله کی نیست؟ تاهر با هنر همایه من چه رسول مرتضا عقیدی لیدا دانشور سیمین علیزاده ملکی با درخشش دو چهره جدید شهرام و شاپرک با هنر همایه بوزیما تاهر داستان اعجاب آور یک خانواده که توفان تقدیر میانشان جدایت کرد و ناآشنایی ایفوگر شگفت‌ترین بازی های سرنوشت در میان آن تاهر آمیخته شیرین و هیجان بخش از رقص و موسیقی و حادثه و ماجرا یا ابوالفضل تو مردم شرمندم نکن واقعیت رو به جمع آبروی تاهر میره نجم خودم بی آبرو میشم خدا یا خودت کمکم این موفقیتی درخشنده برای منوچه رسوخ با ایتوی نقشه تاهر تاهر دلی به کارگردانی قدرت الله بزرگی فیلمبردار رضا انجام از دریا همچون سینه مردمان خشمگین پرخروش پرواز سینمای ایران کامران قدکیان از شما میخواهیم راز این فیلم را هرگز پاش نکنید این راز را که چه حادثه‌ای در آن شب وحشت این خانه را که سرشار از نشاط بود به بیهوده ی حراسمت بدل ساخت و تخم چین در دل ساکنانش افشاند خدا سر به نیست سرده اروپه کار سک بوده رفت آن فرم و این زن با وجود عشقی بزرگ و خانه‌ای که کمال آرزوی هر دختر جوانی است احساس میکند در این میان کنیزی بیش نیست این بار مزرده سر خانه زندگیش شوهرش رو پس میگیره یعنی آقا خودش اون رو انتخاب میکنه نه فقط آقا هر چشم سالمی اون رو انتخاب میکنه دارم میبینم که توی باغ راه بیره و دستور میده دستور میده که این زن رو بیرونش کنی فریاد میزنه که بندازینش تو دریا من اصلا نمیخوام که موشته کنی خوابانی میکن خانم یه آدم پروبال میخواد جناب فرو خانم این بختک افتاده رو منو پروبانه منو بسته این طرف اون وحشت نداشته باش اون رفته اون چیز بر نمیگرده اون تو آیا فرار در این جنگل ممکن خواهد شد برای این مرد که از گذشتش میگریدم و برای این زن که ناخودآگاه به قلب ماجرای شگرف کشانده شده است شما اینک به چشمهای یک کنیز دیده میشوید سعید راب برگزیده به عنوان بهترین بازیگر سال از طرف منتقدین فیلمهای کشور با این فیلم به پیروزی‌های جدیدی دست خواهد یافت به همیز تو مثل یه سر بزرگی که فاش نشدی منوزک ستاره فتان آشودگر به نقش یک کنیز یک کنیز شورنگیز تباتبایی من ستاره جذاب این زن دادگاریست از یک عشق بربازده شایسته‌ای برای توران مهزاد بازیگر پرقدرت سیما و تئاتر جمال
و زکریا هاشمی با یک هنرمندی شگر کنیز ساخته کامران قدکیان کنیز تنفیقی از سینمای ناب و سینمای قصه بود شما در کمکر فیلم ایرانی دیگری با چنین احاطه تکنیکی روبرو شدید به مدیر فیلم برداری جمشید الوندی تحسین شده در جشنواره سینمای سپاس از طرف منتقدین سینمای کشور کنیز محصولی از اسکار فیلم با این فیلم تصور جدیدی از پرداخت سینمایی و هیجان به دست خواهید آورد مرد هزار نقش و هزار چهره سینمای ایران در نقش نوین با درخششی شرف معیاری تازه برای سنجش هنر بازیگری به وجود می آورد وقتی شاهین سوال میکنه هر کسی باید جوابشو بده آتش حرکت نیست و تو هم دیگه برای من شاهین نیست فراموش نکن که این آتش رو من خودم شعله ور کردم و خودم هم میتونم خاموشش بکنم آخر شیبا هنرمند درخشان و پیروز ستاره ای که هنر بیمانندش گوشه های ناگفته و دست نیافتنی جهان احساس زن را بر روی پرده ها نمایان ساخته اکنون با ایفای نقش یک کوری جوان به موفقیتی تازه دست می آورد باسه شبابیز در زمینه سرعت با درانیختن ماجرا حسادت و دلدادگی دنیای مجسم ساخته است از سرنوشت مرد یک زن و یک عشق من آزادم و احتیاجی به کنترل ندارم هر کاری که دلم بخواد میکنم هر جایی که دلم بخواد میرم بیشه هر کس که دلم بخواد چون پرندگان آزاد بود نه اندیشه عشقی در سر داشت و نه اسیر قفسی بود و ایش از شناختن شکوه عشق جز نفرت چیزی نمی شناخت و خوش